ادب و ارادت خدمت همه رفقای نازنین، خوش اومدید به کلاس ادبیاتتون. من سیاوش بازوکی در استودیو بهتر در خدمت شما هستم. ان شاءالله حالتون خوب، عالی و درجه یک باشه. خوشحالم که عمری بود و در سال جدید هم تونستیم در خدمت شما عزیزان باشین. عیدو به همتون تبریک میگم، دم همتون گرم. مرسی از حمایت هاتون، مرسی از لطف و محبت هاتون در همه زمینه ها. همین الان داشتیم لایو و هماهنگ میکردیم، نگاه کردم اینستاگرام همین الان شد 14K و دستتون درد نکنه از این 14,000 نفری که در کنار ما بودن. واقعا ممنونم، واقعا متشکرم همه همکاران عزیزی که از در واقع طریق اینستاگرام هم دارن ما رو نگاه میکنن. سلام و عرض ادب دارم خدمتشون، ان شاءالله حالشون خوب باشه. ما داریم از سه طریق برای بچه ها در واقع این لایو امشب رو برگزار میکنیم، هم از طریق پیج اینستاگرام بنده، هم از طریق سایت آپارات زنده داره پخش میشه و هم از طریق سایت bst.ir داره پخش میشه. عید همتون مبارک. ممنونم من به یه قسمتی از بچه ها که تو سایت بهست هستن رو دارم آنلاین چتشون رو میبینم، مخلص همتونم هستم. ایشالله که بتونیم یه کلاس مفید رو داشته باشیم. تا میتونم میخوام نکته بگم، تا جا داره نکته میگیم. این فیلم هم روی آپارات سیو میشه ولی تو اینستاگرام هم این کار انجام نمیدم و اگه کسی خواست میتونه بره بعدن از آپارات این رو ببینه. اولا جزوهی که اینجا میبینید، یعنی تستایی که میبینید رو بلا فاصله بعد از اتمام کلاس ما در کانال تلگراممون برای بچه ها بارگذاری میکنیم، هم نوشته شدهش رو و هم جزوه خامش رو، هر کدومو دوست داشتن کپی بگیرن. منم تا جایی که میتونم زوم میکنم که در واقع بچه ها خوب ببینن نکاتی که مینویسیم، ایشالله واضح باشه برای بچه ها. سینا همه چی اوکی؟ بله گفتم تو آپارات هم داریم پخش میریم. دمت گرم، دست درد نکنه. ممنون از سینای عزیز. آقا حامد نیست ولی دمش گرم، خیلی زحمت کشیدن همه بچه ها که امروز ما بتونیم از این سه جبهه در خدمت همه دوستان در واقع باشیم. دم شما گرم. بریم کارمون رو شروع کنیم. امروز اومدم چند تا حرف بزنم، اومدیم یه آشتی بکنیم با بحث املا و لغت. اگه دقت کرده باشی تو اینستاگرام هم توی چند روز گذشته، من فکر میکنم 6 روز 7 روز گذشته یه هفته گذشته شدید شروع کردم روی املا و لغت تمرکز کردن. یعنی ما روزی یه دونه استوری 10 ثانیه‌ای برای بچه‌ها قرار میدیم در باب قضیه املا و لغت. همه بچه‌های کنکوری میشه گفت بالای 90% قهرن با املا و لغت. بیاین این آشتی رو راه بندازیم، بیاین املا و لغت بخونیم. آقا امروز فکر میکنم تقریبا از امروز 85 روز متوسط، حالا رشته‌های مختلف، 85 روز تا کنکورتون مونده. توی این 85 روز حقیقتا همه فکر کنم متفق القول بشین آخرش که میشه لغت و املا رو جمع کرد. رفقا لغت و املا عدد در واقع تستیش قابل توجهه. ما 3 تست لغت و 3 تا تست املا داریم، ما 6 تا تست املا و لغت داریم. خیلیه رفقا، خیلیه. ما نمیتونیم به راحتی از کنار این بگذریم. پس بیاین یواش یواش این آشتی رو راه بندازیم. به نظر من بهترین بازی اینه که ما الان یه برنامه مدون برای 80-90 روز آینده در باب املا و لغت داشته باشیم. تا جایی که بتونم دستتون رو میگیرم و کمکتون میکنم. میدونم مبحث سنگینیه، میدونم مبحث سختیه، اما کمک میکنم تا جایی که بشه دستتون رو میگیرم، خودمون رو بکشیم از این منجلاب املا و لغت بیرون. خیلی از بچه‌ها قصه می‌خورن، همتون کتاب دارید، همکارای من هم درسای من کتابای فوق‌العاده عالی رو در باب املا و لغت نوشتن، هممون هم آگاهیم. همه کتابای عالی و خوبی هستش، میتونید داشته باشید، هر کتابی داره استفاده کنید. یکی کتاب منو داره، یکی فلان انتشاراتو داره، یکی از یه جا دیگه خریده، همشون خوبن. فقط بیاین یه کاری کنیم، بیاین از امروز شروع کنیم یه برنامه مدون رو پیش ببریم. برنامه اولینه. شما به نظر من باید روزی 3 تا درس رو از لحاظ املا و لغت بخوانید. این یک بحث خواندن. پس بچه‌ها اینا رو یه گوشه بنویسید، یادتون میره بعد صحبت‌های من. یک کاغذ درد و بنویس. روزی 3 درس املا و لغت بخونم. آقا اولویت از کجاست؟ از 10 شروع کنم، از 11 شروع کنم یا از 12 شروع کنم؟ قطع به یقین برنامه از اون جایی شروع بشه که تو کمتر اونو خوندی یا حتی نخوندیش. این خیلی مهمه. شما ممکنه 12 مثلا نصفشو خوب خونده باشی، 10 تموم کرده باشی، خوب خونده باشی چند بار،
ولی 11 ام هنوز سری بهش نزدی، برو 11 ام شروع کن. یکی برعکس 11 ام و 12 ام خونده، 10 ام درست حسابی نخونده، برو 10 ام شروع کن. میخوام زودتر به یه نقطه امنی برسی که من همه رو یه بار دیدم، حالا بلدم نیستم ولی همه رو یه بار دیدم، لغت ها رو همه رو یه بار املا رو دیدم، حتی اگه ممکنه بلد نباشم تستم بذارن جلوم نتونم بزنم. این یک. پس برنامه اول خوندن از روی یک لغتنامه کامله. چون خیلی ها دارن من الان میبینن، اینو بهتون بگم، خوب گوش بدید، حواستون رو جمع کنید. نکته مهم اینه لغت‌های انتهای کتاب درسی بابا کافی نیست. 73-74% لغت‌ها از تای کتاب درسی میاد، بعد نزدیک 30% اونا از انتهای کتاب درسی نمیاد. آی مشاور، آی معلم، آی رفیق، آی همکار، آی دوست، آی بچه ها، حواستون رو جمع کنید. قرار نیست فقط از تای کتاب درسی بیاد، کافی نیست. ما باید تمام لغات کتاب درسی حتی متن رو هم بلد باشیم. با بلد نبودن اونا داریم آسیب میزنی به اون صدا تست لغت، اینو بدونید، بعد اینو درستش کنیم. پس یه لغتنامه نیاز داریم، حالا لغتنامه سیاوش پازوکی یا فلان همکار من که قطعا از منم بهتر نوشته، هر لغتنامه ای داری از اون جلو میری. روزی چند تا درس میخونی؟ 3 تا درس رو مرور میکنی و میخونی. این موضوع اول. موضوع دوم که خیلی واجبه به نظر من، به اعتقاد من، و باید حتما اینو تو ذهنتون داشته باشید، اینه که ما روزانه 3 تا 5 تا تست املا و لغت بزنیم. روزی چند تا؟ 3 تا 5 تا تست املا و لغت حتما بزنیم با تحلیل درست. میدونی با تحلیل درست یعنی چی؟ امشب من نیومدم چیزی به تو یاد بدم یا نحوه تست زدن بهت بگم. آقا جان برنامه من الان اینه، میخوام بهت یاد بدم با تست چجوری برخورد کنی که بتونی بیشترین نکته رو ازش استخراج کنی. اگر شما متوسط بگیم تقریبا 100 روز تا کنکورت باقی مونده، روزی 3-4 تا تست بزنی، میشه نزدیک 300 تا تست. تستای 98 99 و 1400 رو اگه بخوای همه رو املا لغت ها رو بزنی، میشه 126 تا تست فقط. 126 تا، این دو بار میتونی اونا رو تموم کنی به راحتی، به راحتی. پس زمان کافیه برای نجات املا و لغت، الان وقتشه. الان از همین عید سفت و محکم شروع کنن اونایی که حتی نخوندن. یه سری که دمشون گرم واقعا عالین، یه سری کلاس ها رو تو هفته رفتم لذت بردم انقدر که بچه ها خوب خونده بودن. ولی اونایی که غفلت کردن، نجاتش همین الان وقتشه، میشه اینو نجاتش داد. اگر قرابت معنایی هیچی نخوندی، شاید نشه خیلی کار عجیبی کرد، شاید نتونی دستور زبانی که اصلا نخوندی یا اصلا تست نزدی یا اصلا غریبی باش، اونو شاید نشه نجات داد. ولی املا و لغت رو به نظرم میشه نجات داد، همه میتونن نجاتش بدن. موضوع من اینه، فرقی نداره ضعیفی، قوی، خوندی، نخوندی، پایه داری، این یه مبحثی که بخونی میتونی بزنیش، به شرط تمرین و کار رو این چیزی که من میگم. خب اسم رب شهدا و صدیقین کارمون رو شروع کنیم. اولا ببینید نحوه سوالات جدید رو. سوالای جدید چی میگه آقای پازوکی؟ میگه کدام گزینه میتونه معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه ها باشه. بچه ها ما بیشتر عادت داریم به سوالای شبیه این سوال 5 که من اینجا براتون آوردم. ما عادت داریم به یه سوالی شبیه سوال 5. ببین 1, 2, 3, 4 تا لغت داده، گزینه ها 1-4 تا معنی، گفته به ترتیب معانی واژه ها کدومه. خب اوکی، این به ترتیب رو میبینی خیلی کار ما راحت میکرد. از اینجا به بعد اصلا کارت راحت نیست. سوالایی که بحث به ترتیب رو ندارن، سوالای پیچیده‌ای هستند، زمان برن، اما میشه واقعا اونا رو زد. بحث من الان زمان و تایم زدن تست نیست، بحث من استخراج نکته است. اولا دقت کنید به صورت سوال. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 تا لغت داریم، اما تو معنی ها 4 تا میبینیم. دوماً به ترتیبی هم دیگه وجود نداره. این یه پیامی برای ما داره. پیامش اینه قرار نیست به ترتیب معنی شه. یعنی معنی بدسگال ممکنه هر جای گزینه باشه و همه لغت ها معنی نمیشن، رندوم معنی کرده و ما فقط دنبال درستترین گزینه هستیم. درستترین گزینه الزاماً کاملاً درست نیست، ممکنه یه تعدادی از معانی غلط باشه. پس مواظب باشید به عنوان بهترین، تعداد بیشتری درست معنی شده، خدا میدونه چه خبره. بریم سراغش. میخوام از همینجا نکته بگم. با نام و یاد خدا شروع میکنی. باز میگم نوشته شده جزوه رو براتون میذاریم، فایلش هم تو آپارات سیو میشه، فیلمو دوباره میتونی ببینی. آقا بدسگال، من شروع بکنم با کلمه سگال. آقا سگال یعنی اندیشه،
سگال یعنی فکر، ولی وقتی یارو میگه بد سگال، بد سگال یعنی بد اندیش، بدخواه. اصولا بدونید معنی دشمن معنی خوبی براش نیست، اما بد اندیش و بدخواه و بد فکر درسته. الان من میخوام برم دنبال معانی بد سگال. تو گزینه یک بد اندیش رو میبینم، درسته. تو گزینه دو دشمن و بدخواه میبینم، دشمنش رو دوست نداریم. دشمن و بدخواه نه، بدخواه خالی بود قبول میکردم، دشمنش رو نه. نمیگی غلط گزینه دو، رد نمیشه ها، نگهش میداری. گزینه ای درسته که بیشترین درست رو داشته باشه با یه دونه اشتباه یا یه دونه که تو توش پیدا نکردی، گزینه رد نمیشه رفیق. گزینه سه معنی بدسگال نداره، گزینه چهار بدخواه رو داره. دو چراغ روشن شد در یک، در چهار. بریم سراغ لغت بعدی، لغت عنود. عنود یعنی ستیزکار، دشمن. من اینجا می نویسم، پس عنود یعنی دشمن و ستیزکار، معنی بدخواه هم میده مثل همون بدسگال، ولی دشمن رو معنی میده این دفعه. حالا بریم سراغ معنی های عنود. توی گزینه یک هیچی، تو گزینه دو دشمن و بدخواه چراغش روشن شد، تو گزینه سه هیچی، تو گزینه چهار هم هیچ، فعلا همین. بریم سراغ لغت بعدی رفقا، تیمار. گوش بده این نکته ها به دردت میخوره، این لایو رو نگر میداریم تا ببینید چقدر نکته ازش تو کنکور میاد. سر بالا. آقا کلمه تیمار یعنی غم، خدمت و اندیشه. بعضا دیدم بچه ها اشتباه میگیرن اینو با تیمار کردن. رفقا تیمار کردنه که معنی مراقبت، محافظت، پرستاری و این داستانا میده. غمخواری معنی میده، من اینم بنویسم، معنی غمخواری میده. پس بیاین که تیمار رو با تیمار کردن اشتباه نگیریم رفقا، تیمار رو با تیمار کردن اشتباه نگیریم. الان معنی تیمار شد غم و خدمت و اندیشه. بسم الله. تو یک اندیشه رو دیدم، قبوله. تو دو خدمت رو دیدم، قبوله. تو سه غمخواری رو میبینم، قبول نیست. غمخواری معنی غلطی، اون مال تیمار کردنه. تو چهار هیچ. کار رسید به دلاک. بریم سراغ لغت دلاک. آقا دلاک یعنی کیسه کش هموم، هیچی نداریم جز چهار، چیزی دیگه نداریم. کار رسید به دوده. دوده یعنی خاندان، ایل، طایفه، قبیله. آقا بسم الله، یک هیچ، دو خاندانش رو دوست دارم، سه طایفهش رو دوست دارم، چهارم که هیچ. کار رسید به لغت خیره. میخوام نکته بگم مهم، سرا بالا. آقا لغت خیره یعنی سرگشته، یعنی حیران. اگه دقت کنی دارم صفت معنیش میکنم، پس خیره، سرگشته، حیران، متحیر. اگه دقت کنی صفت بود تا اینجا. خیره رو نیاد یارو اسم معنی کنه، یعنی چی پازو کی؟ سرگشتگی درست نیست، حیرانی درست نیست، تحیر که اسمه درست نیست. بچه ها اینا اسم بودند. ما یه قاعده ای داریم، بچه هایی که سر کلاس من نشستن یا دنبال میکنن ما رو، این قاعده رو حواسشون هست. ما صحبت اونه اسم و اسم معنی کن، صفت و صفت معنی کن. وقتی من برمیگردم میگم خیره، میگم فلانی خیره است، سرگشته است، حیرانه. میبینی؟ اینا صفته، میتونیم نسبت بدیم به کسی، ولی نمیتونم بگم فلانی مثلا سرگشتگی و حیرانی و تحیره. اسم و اسم معنی کن، صفت و صفت. این قاعده رو ادامه میدیم، تا اینجا نگرش دار. پس خیره معانی شد اینا. الان من دنبال سرگشته، حیران و متحیر هستم. آقا بسم الله، بکن بریم، یه رنگ خوب برداریم برای خیره. اینم خود خیره. آقا متحیر یک دوست دارم، دو هیچی، سه 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 بدبختی غمخواری هیچی، مهیب سرگشته درست. بیا بریم جلوتر. کار رسید به لغت آخر، بردمیدن. بردمیدن یعنی فریاد زدن، خروش کردن، داد و بیداد کردن، خروشیدن رو داریم.
برگردانیدن چرت و پرته. کدوم گزینه همه یه چراغ‌هاش روشن شد؟ چراغ گزینه دو. در کنار این میخوام یه نکته بگم اضافه کنم. آقا خیره رو دیدی سرگشته و حیرانه؟ حالا اینجا رو نگاه کن. خیره خیر یعنی بیهوده، خیر خیر یعنی سریع. اینا رو با هم قاطی نکنی ها. بعد تازه ما خیره خیره هم داریم. خیره خیره یعنی زل زده. ببین چقدر حساس شد. میخوام بگم روزی 3-4 تا تست قراره بزنی، اینجوری قراره بزنی، دل و روده بریز بیرون. بریم سراغ تست دو. اول یه نگاه بندازید به صورت سوال، همه حواسا جمع. گفته با توجه به واژه‌ریزی در کدام موارد معنی بعضی واژه ها نادرسته. خب باشه بریم ببینیم چه خبره. آقا بسم رب شهدا و صدیقین. اولا اینو بهتون بگم رفقا، سوالایی که دنبال نادرست بعد بگردی خیلی سوالای خوبی هم برای زدن. مثلا میده کدوم گزینه غلط داره، یا مثلا کدوم دوتا غلطن. مثلا اینجا گفته کدوم دوتا غلطن، دوتا گروه غلط دارند. این خیلی خوبه، سوالایی که دنبال غلط میگردیم قشنگه. بریم نکته بگیم. یک عالمه. آقا اولین کلمه که برام اینجا مهمه وجه. وجه نوشته وجود، کاملا درسته. در درس سربالا، در درس 2 سال 12 داریم. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. وجه به معنی وجود، کاملا درسته. میخوام نکته بگم، حواس جمع سر بالا استفاده کن. پوییدن نوشتم تلاش. خیلیاتون الان میگید غلطه ولی درسته. ای آقای پازوکی چرا؟ ما شنیده بودیم اینجا خیلی قشنگه. آقای پازوکی ما شنیده بودیم پوییدن یعنی تلاش کردن. چرا تلاش هم شد؟ معلومه که تلاش هم میشه. علت. آقا مگه پوییدن یه مصدر نیست رفیق؟ مصدرا مگه همه اسم نیستن؟ پس لازم نیست حتما به شکل مصدر معنی شه، میتونه به شکل یه اسم هم معنی شه. پس من با اسم و مصدر مشکل ندارم. اگه یه مصدر رو اسم معنی کرد ایرادی نداره. اگه به جا تلاش کردن میگه تلاش ایرادی نداره. اگه به جا حرکت کردن میگه حرکت ایرادی نداره. اینا رو بکنین تو. این موضوع اول. آقا پوییدن رو برات ادامه میدم سر بالا. بازی پوییدن هنوز تموم نشده. آقا پوییدن علاوه بر تلاش و تلاش کردن، معنی جستجو، معنی حرکت، معنی رفتن، معنی دویدن، اینو نگاه کن یاد بگیر، و معنی برخاستن هم میده. این معنی برخاستن رو هر کسی بلد نیست، شما بلد باشید با بقیه فرق کنید یه مقدار. پس معنی برخواستن هم میده، علاوه بر دویدن، جستجو، حرکت یا به سمت هدف و مقصدی حرکت کردن، نگرش دار. آقا گزینه قسمت الف محب و گفته یار، دوست دارم، درسته. چرا غلط باشه؟ کاملا اوکیه. اما بریم سراغ ب. متقاعد و نوشته هم عقیده. آقا من تو رو متقاعدت میکنم در رابطه با یه موضوعی، الزاما تو با من هم عقیده شدی؟ نه. کی گفته هم عقیده ای الزامن؟ این یعنی من تو رو مجابت میکنم، من تو رو قانعت میکنم. پس اگه میگه متقاعد، الزامن قرار نیست متقاعد هم عقیدم باشه. این بنده خدا مجاب شده. پس موضوع مجاب شده است، موضوع قانع شده است. تا اینجا چسب بزن، نگرش دار. نکته بگیم، همین امروز استوریش کردیم، تاک رز، کاملا درسته. بیا این نکته رو یه بار سری با همدیگه رفقا مرورش کنیم. بیا بریم پایین. آقا تاک یعنی درخت انگور. به درخت انگور رزم میگن. آزمون گزینه دو امسال این نامردا چیکار کردن؟ رفقامون تر میکنم، ولی به جای رز نوشت زر. یعنی از خطای چشم تو هم استفاده میکنه طرف. نه، درخت انگور رست. تا اینجا نگرش دار. اما کرم بعدی که ممکنه طراح در جلسه کنکور برای تو بریزه اینه که تاکو به جای که بگه درخت انگور بگه انگور. انگور معنی درستی نیست، اون عنبه
که میشه انگور. این یه موضوع. موضوع دوم مخلص و صادقی. موضوع دوم تاکستان یعنی درخت بخشید یعنی باغ انگور. اینو دقت کنید. این یه موضوع. بریم جلوتر. بریم سراغ کلمه بعدی. تقصیر رو نوشته کوتاهی. آقا درسته ولی ننویسه یه روزی کوتاه. ببین تقصیر یه اسمه، کوتاهی حتی اگه مثل کوتاهی کردن هم قبوله، سستی، اهمال، کاهلی. ببین اسم معنیش میکنم. اگه بگه کاهل و سست و نمیدونم کوتاه و اینا به درد نمیخوره. پس یاد باشی کوتاه معنی درستی برای تقصیر نیست. رفقا بریم سراغ بعدی. اوان یعنی وقت و هنگام. کاملا درسته. بیا یه نکته به درد بخور بگی. آقا اوان وقت و زمان و هنگامه. با الوان که یعنی رنگ ها اشتباه نگیریشا. جمع لون یعنی رنگ. پس الوان من این ذره بد خط کشیدم اینو پاک کنم که ببینید. پس اوان و الوان اشتباه نشه. این یه موضوع. بیا بریم باز میخوام بهت نکته بگم رفیق. حریف رو نوشته مبارز. کاملا درسته. آقای پوزوکی میشه مبارز. بیاین یه عالمه نکته بگم. کجا بنویسم جا ندارم صفحه سفید. اینجا گوش بدن همه یاد بگیرن. آقا درس 6 سال 12مه‌تون ما یه واژه‌ای داریم به نام حریف. مولانا میگه نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. حریف اونجا معنی دوست، یار و همدم میده. البته معنی دیگه ای داره ولی خب ما این دوست و یار و همدم منظور چیز دیگه ای. ولی دوست، یار و همدم معنی درستی. حریف همینجوری معنی رقیب، دشمن. نگاه کنید جارو هم آوردم معنی میده. من جدا نوشتم که ببینن بچه ها. هم آورد، هم آورد یعنی چه؟ رقیب، دشمن، همون مبارز، هم جنگ، کسی که وای میسته باد میجنگه. به این میگن حریف. همینجا یه نکته بگم تو ابر. آقا آور و آورد معنی جنگم میدن. معنی چی؟ جنگ. من نگاه کن، هم آور یعنی اونی که باش مبارزه میکنی، آوردگاه جایی که مبارزه میکنن، استقلال و پرسپولیس بازی دارن بهش چی میگن؟ دربی. معادل فارسیشو چی گذاشتن؟ شهر آورد. شهر آورد یعنی چی؟ جنگ همشهری ها، جنگ توی شهر. شهر آورد جنگ همشهری ها. تا اینجا نگرش دار. پس آقا طبق حرفایی که سیاوش پازوکی زده، پس حریف معنی مبارزم درسته. برگردم سر جام. لغت بعدی که باش کار داریم درهمه. درهمو نوشته مسکوک طلا. حرف بی خودی. سر بالا بریم یاد بگیریم. آقا داداش من، برادر من، خواهر من، اون دیناره که میشه سکه و مسکوک طلا. درهم سکه و مسکوک نقره است. یادت باشه دینار طلا گرونه، دینار طلا گرونه، دینار مثل دلار گرونه، پس طلاست. درهم ارزونه است که بهش میگن درم. درم هم همون سکه نقره است. مسکوک هم یعنی سکه شده دیگه. چسب بزن نگرش دار. برگردیم سر جامون. پس این مسکوک طلا رو باش حال نکردم، درهم نقره بود. دقت کنیم متقاعد و در واقع درهم غلط بودن، یعنی به و جیم. جوابش گزینه سه. اما بقیهش حیف نیست نگی. آقا سامان رو نوشته امکان. سامان علاوه بر اینا ممکن، درخور و میسرم معنی میده. اینو نگرش دار. از اون ور سرپر زدن یعنی توقف کوتاه در یه جا. کاملا درسته. منتم که اولین که لغت درس 1 سال 12مه. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. وایسا منت
اول حاجی گوش، اول قبل از نیکویی بعد بگی شکر و سپاس، این دوتا بعد حفظ کن نیکویی. و نکته اینه نیکویی نه نیکو، این خودش خیلی مهمه. پس نیکویی درسته نه نیکو. چه قاعدتا جواب اونم که شد گزینه چند؟ سه. بریم جلو سوال سوم. من میخوام نکته بگم، نکته های خوبه به درد بخور. به اسم رب شهدا و صدیقین بیاییم به بچه های چیزای یاد بدیم. من زوم میکنم چون میخوام خیلی بنویسم توش. قبوله؟ آماده ای؟ بسم الله. آپارات، اینستاگرام، بی اس سی داتا یار، همه حواسا جمع. آقا زایل شدن گفته برطرف شدن. دانش آموز معمولی الان میاد میگه آقا زایل شدن یعنی نابود شدن یا از بین رفتن. میگه آقا برطرف شدن چیه؟ آقا اصلا تو درس قاضی بست مگه نبود این لغت؟ قاضی بست اونجا میگفت تب و بیماری پادشاه زایل شد. یعنی چی شد؟ یعنی برطرف شد دیگه. پس معنی زایل شدن برطرف شدن اول اتفاقا. این یه ذره. نکته بعدی، کلمه استحقاق نوشته شایسته، بی خود کرده. بعد میگفت شایستگی، اسم و اسم معنی کن، صفت و صفت. من این مجموعه نکته بگم، اینو اگه میتونی اسکرین ویدیو بگیر برای خودت، به دردت میخوره. اینو سیو کن یادت باشه. ببین اگه نیمت تو 1401 میگم بیاین اسم و اسم معنی کنیم، صفت و صفت معنی کنیم. کلمه که جمع معنیش باید حتما جمع باشه، کلمه که مفرده باید حتما معنیش مفرد باشه، اونی که بر وزن فاعله معنیش باید انجام دهنده کار باشه، اونی که بر وزن مفعوله باید کار روش انجام بشه. اینو یادت نره. اون کلمه هایی که اصولا بر وزن استفعالن باید طلب و خواستن چیزی معنی بدن. خصوصا منظورم با کلمه استرهامه. استرهام یعنی طلب رحم، رحم خواستن. تو کنکور دو سال پیش نوشت رحم، رحم کردن غلطه، طلب رحم، رحم خواستن. اینو نگرش دار. یا مثلا استسقا یعنی چی؟ بیماری تشنگی، طلب آب، آب خواستن. این خیلی مهمه. حالا استحقاق و اینجا نگاه کن نوشته شایسته. بابا شایسته مگه صفت نیست؟ ولی استحقاق که اسمه. من میتونم بگم تو چقدر استحقاقی امروز؟ نه آقا نمیتونم. پس استحقاق یه اسمه، شایسته یه صفته، این همه یعنی گند. پس استحقاق رو اگه میخواد باید بنویسه شایستگی. یس؟ ممنون. آقا افسر رو نوشته صاحب منصب. اتفاقا که افسر صاحب منصب درسته، ولی بدون افسر اول معنی تاج و کلاه پادشاهی میده. به اون آقایی هم که این کلاه پادشاهی رو میذاره رو سرش، یه مقام و منصبی داره، میگن چی؟ افسر. تو کتاب درسیدم با همین معنی اومده. نگرش دار. بریم سراغ این نکته خیلی خفن. نهیب و نوشته هیبت. من نکته بگم، اینام نگر دار یادگاری. نهیب هیبت. آقا نهیب یعنی صدای بلند، اصلا معنی عظیم، بزرگ و باشکوه هم میده. دقیقا همین باعث میشه که هم معنی هیبت بشه، یعنی درست. دوستانی که الان قاطی کردید، میدونی با چی قاطی کردی؟ با مهیب قاطیش کردی. مهیب یعنی چی های پازوکی؟ مهیب یعنی ترسناک، وحشتناک. هوی رفیق دقت کردی؟ ترسناک یعنی اسم نی، صفته. اینم گوشه ذهنت داشته باش. رسیدیم به یه نکته خیلی عالی و بمب. حواس جمع. انشالله به حق علی 1401. نوند رو نوشته اسب رنجور. اصلا ما تو کتاب درسیم اسب رنجور نداشتیم. این یک. دوما نوند یعنی اسب تندرو، تیزرو، سریع حرکت میکنه. این دو. نکته بعدی، بریم صفحه سفید. اینجا رو نگاه بیچاره. سرا بالا، سرا بالا، سرا بالا، سرا بالا. بریم یه سری جک جونور اسب یاد بگیریم. آماده ای؟ بسم الله. آقا باره میشه اسب، بارگی هم میشه اسب،
میگم اسب، اسب مطلق دیگه، هیچی، نه آپشنی داره، نه رنگ خاصی، نه شکل خاصی، نه ویژگی خاصی. باره باره و بارگی رو میگن اسب. مواظب باش. ابرش یعنی چی؟ ابرش یعنی اسب خالدار. تو کتاب درسی میشه اسبی که بر اعضای او نقطه باشد، میگیم چشم. نگرش دار. توسن، اسب سرکش، اصلا بعضی جا میگن صفت اسب، درست؟ دیگه چیای بازوکی؟ سمند، یاد این تاکسی ها بیفت، تاکسی زرد هست، آفرین، سمند. پس میشه اسب زرد. چه رنگیه اون تاکسی ها؟ زرده. آقا دیگه چی؟ کرند، کرند اسب بور و زرده، بلونده. کرند پس اسب بور و زرد. تقریبا میشه گفت کهر و کمیت. تلفظو یاد گرفتی؟ کهر و کمیت، اینا تقریبا هم معنی هست. جفتشون اسب سرخ و تیره یا سرخ مایل به سیاه هست، زیاد فرقی ندارن. اینم تا اینجا. آقا بازوکی دیگه چی داریم؟ بسم الله. آقا ما یه لغت داریم با اینا اشتباه میشه، حیون. رفیق تلفظش حیونه، هیون نیست. یه نگاه به لغتنامه بنداز. حیون شتره، شتری که بارکش و قوی هیکله، استعداد بارکشی داره. دیگه چی داریم بازوکی از این چهار پا تو کتاب درسی؟ مرکب. مرکب یعنی اسب، الاغ، شتر یا هر چی که سوارش شن. دیگه چی داریم تو کتاب درسی؟ قاطر، یا به قولی قاطر تو یازدهم داریم. هر دو املا درسته. قاطر هم با تی دو نقطه هم با تی دسته دار، دو املایی کاملا درسته. فرزند عزیز اسب و الاغ رو میگن قاطر. اینم دقت بکنید. پس تا اینجا اسب مست دیدی که زیاد داریم. آخریش هم که همین دوستمونه، نوند. نوند یعنی چی؟ یعنی اسب تندرو. ما یه اسب تندروی دیگه هم توی یازدهم داریم، بادپا. بادپا یعنی چی؟ اونم اسب تندرو. جلال الدین خوارزمشاه بود، بادپا اسب تندرو. رخش هم که تو دوازدهم اسمش اومده، اسب دوست عزیزمون رستمه. پس زیاد اسم اسب داریم تو کتاب درسی. همینجا نگرش دار. میخوای اسکرین بگیری بگیر. 1 2 3. حالا بیا اینجا. اون باره بود دلم نمیاد نگم، خداییش دلم نمیاد نگم. این باره بود، باره یه معنیش شد اسب، یه معنیش میشه قلعه و دژ و اینا. حالا اینو نگردار. ما یه دونم داریم بارو. بارو میشه دیوار قلعه و دژ. باروهای دودخورده روم، درس 8 سال 12 دقت کنید. پس باره و بارو رو اشتباه نگیرید. این از این حواست جمع. البته که دژ هم اینجا داریم دیگه، حالا جلوتر برد آوردم تست 5. بچه ها همه تا اینجا اوکی هن؟ هر جا هر کی میتونه کامنت بذاره اوکی. یه روال همه چی؟ مرسی. پس اینجا خلاصه حرفای بازوکی، نوند اسب تندرو درسته، نه رنجور. آقا هنر معرفت کاملا درسته. رفقا کلمه هنر علاوه بر معرفت، چون معرفت معنی میده، میشه گفت معنی آگاهی، بصیرت، بینایی و همه مهمتر شناخت هم میده. نکته بعدی، ببین همین نکته خیلی ارزشمنده. آقا بر افراختن و نوشته روشن کردن، کاملا غلطه. داداش رفیق، اون بر افروختنه که میشه روشن کردن. بر افراختن یعنی بالا بردن، یعنی بلند کردن. غلطه این. عالی، دمتون گرم. آقا لغت بعدی، بر اثر نوشته رد پا، اشتباهه بابا. بر اثر یعنی به دنبال، در پی. اون خود اثر بود رفیق که میشد رد پا. لغت بعدی که مهمه، خایب بی بهره، درسته. آقا همیشه سیاوش بازی گفته. ببین کی گفتم آی 401 یا گوش بدید، لغتی که گوش میدی اصلا یا نه؟ آها،
لغتی که تو خودش یا تو معنیش بی داره، تو خودش یا معنیش بی داره، مواظبش باشید. این محل کربریزی طراحه. الان خایب میشه بی بهره، یارو میاد میشه بهره. این بی رو مواظب باشید، این برای مهمه. جلوتر بازم داریم. راه تافتنم اگه اشتباه نکنم آخر نوشته تغییر مسیر دادن که درست بود. قاعدتا الان این تست چیا رو میخواد رفقا؟ درستا رو خواسته بود یا غلطا؟ تعداد درستا رو از ما خواسته بود. یکی زایل شدن، افسر، نهیب، هنر، خایب، راه تافتن، دو، چهار، شیش. جاگوز این سه. سوال چهار با صحبت دارم، میخوام نکته بگم، بیشی گوش بده، بیچاره. من چهار رو زوم میکنم، میگه معنی همه واژه‌ها در مقابل اونها درسته بجز فلان گزینه. بریم ببینیم داستان از چه قرار است. خب زوم کنیم. من دستم اینجوری خوب نیست، اینجوری خوبه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من برم با گزینه ها شروع کنم. کلی میخوایم نکته بگیم. میگه همه درست بجز بسم رب شهدا و صدیقین. صنف و نوشته گونه، درست یا غلط؟ کاملا درست. اگه صنف رو بنویسه نوع چی بچه ها؟ بازم درسته. اما اگه صنف رو بنویسه انواع دیگه غلط. انواع خوشم نمیاد. انواع چی میشه پازوکی؟ میشه اصناف. اصناف بود که تو کتاب درسی داشتیم، درس هفت سال یازدهم، درس باران محبت. حق تعالی چون اصناف موجودات میآفرید. اصناف یعنی چی؟ جمع صنفه. و خدمت درس کنم که معنی گونه ها و نوع ها و انواع میده. آقا شایق و نوشته درخور، چی میگی؟ شایق یعنی مشتاق، یعنی آرزومند. درخور چیه؟ الان گفته کدوم گزینه غلط داره؟ گفته همه درستن به جز یک دیگه. حالا اصلا برای مهم نیست جواب تست میشه یک، ما میخوایم 2000 علممون بیشتر بشه، اینو یاد بگیریم. آقا دیوه رو نوشته پای افزار، درسته. میخوام امشب یاد بگیری، تو ذهنت بمونه که پای افزار همون کفشه. همینجا هستیم سرم بگم، بیا با من. کافی یعنی دانای کار، درسته. درس قاضی بست به آقای بونصر میگه دبیر کافی. دبیر کافی یعنی دانای کار. نکته، کافی علاوه بر دانای کار و با کفایت معنی بسندم میده ها. مثلا برای میداری آب برای من میز، میگم بسته بسته، کافیه، بسنده. پس کافی رو مواظب باش. نکته. آقا شائبه نوشتم شک و گمان، خیلی قشنگ، کاملا درسته. فقط میدونی نکتش چیه؟ تو کتاب درسی، تو درس ذوق لطیف، درس ذوق لطیف، اونجا کلمه بی شائبه رو داشتی. چی رو داشتی؟ بی شائبه، که میشد بی شک و گمان. باز دارم تاکید میکنم، لغتی که تو خودش یا معنی چی داره؟ بیداره، مواظب باش. 1401 چیکار میکنه؟ مینویسه بی شائبه، معنیش میشه شک و گمان، یا مینویسه شائبه، معنیش میشه بی شک و گمان. آقا حواست باشه این بیه تو معنی تاثیرگذاره، حواست رو جمع کن. تو درس ذوق لطیف هم بود دیگه، میگفت هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی میپذیرفت. وایسا اینجا. تمکن، ثروت. اتفاقا اینم تو همون درس ذوق لطیف بود. خاله هم با همه تمکنی که داشت به زندگی درویشانه قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که بیشتر از آن احتیاج نداشت. مواظب باش، تمکن، ثروت، درسته. بیا اینجا ببینم. نکته میخوام بگم هیولا، بیشی گوش بده، بیشی گوش بده. آقا رایت یعنی درفش، لیلی و مجنون، چون رایت عشقان جهانگیر شد، چون مه لیلی آسمانگیر. وایسا ببینم، رایت نوشته درفش، درسته. درفش یعنی چی؟ یعنی پرچم، یعنی بیرق. پس رایت، درفش، پرچم، بیرق. اینجا رو نگاه کن، تو رو قرآن حواس جمع. علاوه بر اینا، سر بالا،
علم هم معنی میده. علم هم یعنی پرچم و بیرق. رفیق این علمی که معنی پرچم میده رو با این علم که با الفه و مهی بد خط نوشتمش اشتباه نگیری یا. علم معنی درد و رنج میده. جمع علم با الف چیه؟ آلام، یعنی دردها. وایسا نگرش دار. میدونی اینو با چی اشتباه میگیرید؟ با عمل. من نگاه و عمل چه فرقی داره؟ آقا این با عینه با الفه. عمل یعنی کار، عمل یعنی آرزو. بگو ببینم جمعشو. آفرین، آمال و آرزوها، این میشه جمعش. بپا رفیق بپا. آقا سست عنصر رو نوشته بی غیرت. وایسا یه نکته بمب. اصلا اینا رو گفتم که برسم به چیزی نگفتی. حاجی اینجا ببینم. آقا رفقا سر بالا. الان رایت رو شنیدی چی گفتم؟ گفتم معنی پرچم و درفش و بیرق و اینا میده. بگو خب. آفرین. حالا اینجا رو نگاه کن. رایت میتونه معنی رای، یعنی رأی، رای تو بده. که رایت چه بیند کنون اندرین؟ اوه 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 من نگاه کن. یعنی یکی سال یازدهم لیلی و مجنون، یکی دوازدهم گذر سیاوش از آتیش. که رایت چه بیند کنون اندرین؟ رایت چیه؟ نظر تو چیه؟ اوه 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 اوه. همینجا یه تاف بزن برگردم یه تستی رو جلوتر بهت نشون بدم. میرم صفحه بعد. آقا چرا دارین چرا این کار میکنی؟ به تو ربطی نداره، بشین گوش بده. خوشگله خوشگله چطوره؟ خب ببین تست رو نگاه کن. گفته در همه گزینا یه واژه‌ای پیدا میشه معنی مشترکی ازش تو بقیه هست بجز. اینجا نگاه کن. بیرق، پرچم. درفش، پرچم. زیرنشین علمت کائنات، علم، پرچم. آقا چهارم که رایت داره. یا امام حسین این چه سوالیه؟ همش جوابه؟ نه. چو رایت چنین است یعنی نظر تو فلان است. جوابی میشه چهار. آها یعنی پرچم بیرق درفش علم رایت رایت رای تو نظر تو. قبوله؟ آفرین. بریم برگردم سر جام. برگردم نکته اینجا رو تموم کنم. آقا گزینه یک و سه رو گفتیم، رفتیم دو، رایت رو گفتیم. آها سست عنصر میشه بی غیرت. آقا معنی کلامی که تو معنیش خودش بیداره مواظب باش. سست عنصر بی غیرت، امثال مثل غیرت. این حرف اول. نکته دوم یادت نره. سست عنصر دو سال 11 هم داشتیم، اون تا سست عنصر نبود، سست عناصر بود. میتونه بگه بی غیرت ها، یعنی هم معنی بی مهمه، هم حواسم رو جمع کنم، جمع و جمع، مفرد و مفرد. آقا فایق یعنی پیروز. میخوام نکته بگم هیولا، همه آماده شن؟ برو بریم. آقا اینجا رو نگاه کن بیچاره. اینجا نگاه کن حال کن. آقا فایق یعنی برتر، برگزیده، پیروز، چیره، قاهر، برنده، غالب. فایق رو با چی اشتباه میگیره دانش آموزت؟ با باسق. باسق بلند، بالیده. اینا همه با چی قاطی میشن؟ شایق، درخور. ببخشید من چون درخور. شایق، آرزومند، عذر میخوام. مشتاق. پس شایق، فایق، باسق قاطی نشه. مواظب، مواظب. برگردیم سر جامون. فایق بس معنی پیروز درست. چابک، تند و فرز، قبولش دارم. فراختر یعنی راحتتر، درسته. فراختر رو کجا داشتی؟ فراختر
درس قاضی بست، پادشاه امیر مسعود غزنوی میگه این طلاها رو بگیرید، این کیسای طلا رو برید بدید به بوالحسن بولانی و پسرش بوبکر، قاضی بست و پسرش، که برن برای خودشون زیعت بخرن. زیعت، زمین زراعتی. وایسا یه نکته بگم، بمب عشق کنی بعد تمامش کنی. ما اینجا رو گوش بده کفت نره، بذار برم صفحه سفید عشق کن با این نکته که میخوام بگم. آقا به یارو میگه بیاین بریم برای خودتون چی بخرید؟ سر بالا. میگه بیا برو زیعت بخر. زیعت یعنی زمین زراعتی، ولی تو درس نوشته زیعتک بگو بخرن. زیعتک یعنی زمین زراعتی کوچک. این هم بلد بودی؟ اینجا رو نگاه کن، عشق کن. سال 12 گنج حکمت بود، پادشاه ظلم و ستم میکرد، جور میکرد، مردم از کربت جورش راه قربت گرفتن، گذاشتن از مملکت رفتن. آها، اونجا ما یه بحثی داشتیم، میگفت یارو پادشاه به مردم ظلم و ستم میکنه، مردم از دستش کلافه شدن، مردم از دستش خسته شدن، گذاشتن از کشور رفتن، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت. ارتفاع ولایت، آقا ارتفاع ولایت یعنی درآمدهای کشور از محصولات زراعتی یا از زمینهای زراعتی. این چقدر نزدیک بود. حالا اینجا رو نگاه کن، حالا اگه بگی خود ارتفاع یعنی چی، میگی محصولات زمینهای زراعتی. زیعت زمین زراعتی، زیعتک زمین زراعتی کوچک، ارتفاع محصول زراعتی، ارتفاع ولایت درآمدهای کشور. خیلی مهم بود این نکته. بریم بگیم تمامش کنیم. میدونم یکی همکارام یه لایو دیگه هم داره اینجا. سر بالا. فراختر یعنی راحتتر. چی بود اصلا داستان؟ گفت برو این پولا رو بده قاضی بست و پسرش، برن زیعتک بخرن که فراختر زندگی کنن، راحتتر زندگی کنن. از اون ور تعبیه کردن یعنی قرار دادن. کی یادشه تو کدوم درس بود؟ درس 7 سال 11 باران محبت. خدا داشت آدم خلق میکرد از گل و آب و خاک. یادتونه انی خالقون بشر و منتین، من انسانی یا بشری از گل میآفرینم. چی بود موضوعش؟ گفتیم خلقت انسان در 40 روز بدون کمک و واسطه به دستای خداوند. یادتونه؟ به نام کردگار 7 افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک، یه مش خاک. ولش کن، میگه خدا این گلا رو که درست میکرد تو هر گل یه دل تعبیه میکرد، یعنی قرار میداد. درست بود، جوابش هم که یک بود. رفقا یه نگاه بندازید شرم کم، فقط یه نگاه بندازید به چیزی که میخوام بگم بعد شرم کم. میدونم همه تون اذیت کردم، خسته کردم، ولی به درد میخوره. ببین یه نگاه بنداز چی گفتم. رفقا 4 تست زدم، 4 دونه تست زدم. اینا تو تست نکته، اینم اینجا. فقط 4 تست زدم، نگاه کن، فقط 4 تست زدم، فقط 4 تا. آقا جان نمیتونی روزی 4 تا بزنی؟ از این کمتری؟ 4 تست. چقدر نکته داره. حتما رو املا لغت کار کنید. برنامه اینه روزی 3 تا درس بخونم، میرم تست جامع و کامل کنکوری میزنم، اتوش نکته در میارم، پاسخنامه‌شو گازگازی میکنم. روزی 3 تا تستم میشه این، روزی 4 تا تستم میشه اینقدر نکته. نوشته شده جزوه داخل کانال تلگرام من، اگر نداری کانال تلگرام من اینجا بنویسم سری. ببخشید سر همه رو درد آوردم، همکارام، رفقام، اینایی هم که تو لایف هستن، خدمت همشون سلام عرض میکنم. مرسی که نگاهمون کردید. کلی هم تو آپالاس هم بچه ها. این کانال تلگرام ما داشته باشید، توی کانال جزوه نوشته شده رو الان بعد از کلاس قرار میدیم انشالله، و خدمتتون عرض کنم که
جزوه خامش هم میذاریم استفاده کنید. امیدوارم لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. کلی دوستتون دارم، مرسی که هستید. دیگه این در واقع کلاس آخر شب من رو ببخشید. ایشالله از این برنامه بازم میذاریم. استوری های روزانمون رو دنبال کنید، هوامون رو داشته باشید. سعی میکنیم هر 4-5 روزم یه دونه پست خوب درجه یک با یه نکته خوب بذاریم، هم یه کوچولو فان باشه هم استفاده بکنید. بیشتر اینه که حالمون خوب باشه و بتونیم 4 تا نکته به بچه‌ها اضافه کنیم ان شاءالله. دم همتون گرم، خیلی دوستتون دارم، چاکر همتونم. یا علی مدد، شب بخیر، خدا نگهدار، خداحافظ. نهضت آشنای سه نسل.